خیلی جالبه، ما این همه دنبال دوربینایی هستیم که سنسورای با داینامیک رنج بالا داشته باشه، اما در نهایت از حدود 5 استاپش بیشتر نمیتونیم استفاده بکنیم. سلام، امیدوارم که حالت خیلی خوب باشه. سنسورها هر کدوم یک داینامیک رنج متفاوتی دارن و اصلا یکی از فاکتورهایی که کارخونه های دوربین سازی با هم رقابت میکنن اینه که داینامیک رنج سنسورهاشون چقدره. اگه نمیدونی داینامیک رنج چیه، خب میتونی یه گوگل در موردش بکنی، میاره برات. و علاوه بر اون من توی دوره عکاسی مقدماتی من در موردش توضیح دادم، میتونی یه سر به لینک بزنی و یه نگاهی بهش بندازی. دوربینایی که الان توی بازار هستن یه چیزی بین 13 استاپ 14 استاپ یا دوربینای حالا خوب بازار 15 استاپ داینامیک رنج دارن. اما خیلی جالب که بهت بگم ما در نهایت برای بالا محتوای عکس یا ویدیوی خودمون از 5.2 استاپش بیشتر نمیتونیم استفاده بکنیم. یعنی اینطوری بهت بگم که خروجی کار ما در نهایت 5.2 استاپ بیشتر داینامیک رنج نداره. بذار یکم فنی تر توضیح بدم. اگه ما کار عکس انجام بدیم، حالا فارغ از اون کالر اسپیسی که خودمون داریم توش عکس رو میگیریم یا ادیت میکنیم، در نهایت مخاطب ما اون رو توی فضای sRGB میبینه معمولا، به خاطر اون دستگاهی که در اختیار داره، به خاطر پلتفرم های شیر کردن آنلاین عکسی که وجود داره، اینا توی فضای sRGB کار میکنن. برای همین اونجا ما به sRGB محدودیم توی عکس. توی ویدیوگرافی هم داستان دقیقاً مشابهه. ما فرقی نمی‌کنه که توی چه فضایی بخوایم ویدیومون رو رکورد بکنیم، توی چه فضایی بخوایم ادیتش بکنیم، در نهایت اون کالر اسپیسی که در اختیار داریم رک 709 هست. یعنی مخاطب ما توی تلویزیون، توی سایت‌های مختلف، یوتیوب، آپارات، اینستاگرام، توی هر چیزی که فکرشو بکنی اون رو توی رک 709 می‌بینه و اون مانیتوری هم که در اختیار داره میتونه اون فضای رنگی رو ساپورت بکنه. برای همین اینجا هم ما به رک 709 محدود هستیم. و نکته فنیش اینه که این فضاهای رنگی لیمیتیشن یا محدودیت لومیننسشون روی 100 نیت قرار داره. این یعنی این که ما حد اکثر 5.2 استاپ داینامیک رنج بیشتر در اختیار نداریم. و این باعث میشه که یه سوالی برای ما به وجود بیاد، اینه که خب پس اگه ما در نهایت به رک 709 یا sRGB محدود هستیم و 5.2 استاپ داینامیک رنج بیشتر نداریم، پس چرا انقدر خودمون رو اذیت میکنیم؟ چرا مثلا میایم لاگ میگیریم؟ چرا میایم فلت میگیریم؟ چرا میایم را رکورد میکنیم که بتونیم داینامیک رنج بیشتری رو داشته باشیم؟ جواب اینه که درسته که ما توی خروجی کارمون به 5.2 استاپ محدود شدیم، اما توی ادیت این ما هستیم که تصمیم میگیریم توی اون 5.2 استاپی که در اختیار داریم در نهایت چی رو به مخاطب بخوایم نشون بدیم. دو تا مثال میذارم. یه موقع من تصمیم میگیرم اون فوتج خودم رو، حالا عکس، فیلم، هر چیزی که داری فعالیت میکنی، یه موقع هست تصمیم میگیرم که بیام بهش حالت میوتد لوک بدم، یعنی یه چیزی که اگه اسکوپ ها رو نگاه بکنی همه چی توی اون محدوده میدتون محدود شده. ما به این میگیم میوتد لوک، یعنی ما هایلایت خیلی شدیدی نداریم، شدوی خیلی شدیدی نداریم، همه چیز اون وسطه. خب یه موقع هست اینه. یه موقع هست من میام مثلا میخوام تکنیک بلیچ بایپاس رو اجرا بکنم، یعنی یک فوتجی دارم که بسیار کنتراست بالایی داره، هایلایت های بسیار شدیدی داره، شدوهای بسیار شدیدی داره، میتونش ممکنه خیلی کم باشه و اصلا کلا یه چیز کنتراستی و با داینامیک رنج خیلی کم دیده میشه. تمام اینا توی اون فضای 5.2 استاپ داینامیک رنج من قرار داره. این من هستم که تصمیم میگیرم در نهایت از اون 5.2 چطوری بخوام استفاده بکنم و این کل داستانی هست که ما داریم. پس اینکه داینامیک رنج سنسورها به مراتب بالاتر از اون چیزی هست که ما در نهایت میتونیم به مخاطبمون تحویل بدیم، به معنی بیهوده بودن کل ماجرا نیست. یکی از دلایلش همین بحث باز بودن دست توی فرایند ادیت بود. دلیل دیگه‌ش هم اینه که ما شاید بخوایم توی یک فضای دیگه اصلا محتوامون رو به مخاطب تحویل بدیم. خیلی ممنونم از اینکه به این ویدیو توجه کردید. من محمد رضا صادقی ام و اسم هنری این بود.